معروفه که قدیمی ترین کاباره ایران کاباره شکوفنا بوده که شخصی به اسم سید بابا حجازی اون رو تأسیس کرده. حجازی کافه محقر تو خیابون خاکی در جنوب غربی تهران خرید و کم کم اون رو توسعه داد. کافه شکوفه که از دوتا مغازه کوچیک تو چهارراه معز السلطان تشکیل می شد، کافه بود که بعدها به معروف ترین کاباره ایران تبدیل شد. کاباره شکوفنا. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. صنعت کاباره داری تو ایران عمر خیلی زیادی نداره و کاباره در ایران در واقع تکامل بنگاهای شادمانی دوره قاجاره. تو دوره قاجار وسایل شادی و آواز به اندازه و تنوع الان وجود نداشت. از رادیو، تلویزیون و سینما هم خبری نبود. تعداد خواننده ها زیاد نبود و زن آوازخون هم وجود نداشت. جایی بود به اسم بنگاه شادمانی که این بنگاه شادمانی برنامه‌ای ترتیب می‌دادن مثل رقص و عموماً سیابازی که شادی رو به مجلس عروسی و ختنه سرون مردم می‌آورد. در جشنای اون زمان به خاطر اینکه مردم هنرنمایی زن و زشت می‌دونستن، پسر بچه‌های کم سن و سال که بدن ظریفی داشتن با آرایش و لباس زنونه تو نمایش‌های روحوزی حاضر می‌شدن و هنرنمایی می‌کردن. بنگاه‌های شادمانی تو دهه‌های 30 و 40 به یادگار از روزگار قدیم تک و توک تو خیابون سیروس و سیمتری تهران به چشم می‌خوردن. البته که این برنامه‌ها فقط تو مجالس خصوصی اجرا می‌شد و محل نمایش عمومی نداشت. اولین محل نمایش عمومی در محله کاباره شکوفنو و با اسم کافه شکوفه شروع به کار کرد. مالک کافه شکوفه سید بابا حجازی بود. اون زمان حجازی دوتا مغازه غذاخوری محقر رو خرید و رونق داد و به شکل یک سالن غذاخوری درآورد که در اونجا مشروبات الکلی و انواع غذا سرو میشد و در عین صرف غذا عده‌ای هم مشغول سرگرم کردن مشتری ها می شدن. برنامه‌ای مثل گربه رقصونی، نمایش لوتی و انتر و سیابازی. یکی از پرطرفدارترین برنامه های کاباره ها برنامه های طنز و فکاهی بود که پایه‌گذارش سیاهای نمایش های روحوزی بودن. از جمله سیاهای معروف اون زمان مهدی مصری و سعدی افشار بودن. صابر آتشین هم تو کافه شکوفه برنامه طنز اجرا میکرد و بعدها در اجرای نمایش دختر هنرمندش گوگوش که در اون زمان 3-4 سالی بیشتر نداشت پدرش رو همراهی میکرد. برنامه های این پدر و دختر از محبوب ترین و پربیننده ترین برنامه های اون زمان بود. برنامه های طنز صابر آتشین و گوگوش شروع خوبی بود برای کمدین های دیگه مثل برادران تقدسی، برادران رسولی و قاسم گلی. کم کم که استقبال مردم از برنامه کافه شکوفه حجازی بیشتر شد، حجازی به این فکر افتاد که برنامه هایی به تقلید از کاباره های اروپا و آمریکا تو کافه شیجاد کنه. فکری که با ورود فیلم های آمریکایی به ایران و نمایش های موزیکال و جور و جوری که توی اون فیلم ها بود قوت گرفت. با گذشت زمان و ورود مدرنیته به ایران کم کم صنعت جدید کابارداری تو ایران شکل گرفت و کافه شکوفه به کافه جدید تو جنوب شهر و در شرق قلعه و شهر نو ضلع غربی خیابون سیمتری تبدیل شد. اسمش هم گذاشتن شکوفه نو. بعد از شکوفه نو تعدادی کابارو کافه های ساز و ضربی دیگه هم تو تهران شکل گرفت که بیشتر توی خیابون لاله‌زار بودن. اوایل شکوفه نو جای کلا مخملی ها و جاهل ها بود. بعد که معروف شد و آوازش تو کل تهران پیچید، بالا شهری ها اونجا رو قبضه کردن و در نتیجه کلا مخملی ها تارونده شدن و کافه شکوفه نو شد مخصوص خانواده های پولدار. کاباره ای که دیگه رفتن به اونجا کار آسونی نبود و هر کسی رو اونجا راه نمی دادن. شکوفه نو محل رفت و آمد افراد رد بالای دولتی بود
و محل تعیین و تغییر خیلی از سیاست‌های کلان جامعه. اونجا در پس ظاهر مشهور اجتماعیش محل شکل‌گیری خیلی از ماجراهای مهم و تأثیرگذار روزگار خودش بود. شکوفه نو برنامه‌اش از 8-9 شب شروع می‌شد و تا 1-2 ساعتی بعد از نیمه شب ادامه داشت و برای تأمین امنیت کاباره هم از پاسگاهی که داخل شهر نو بود کمک می‌گرفتن. از داخل شکوفه نو یه تونل به سمت پاسگاه وجود داشت و افرادی که در اونجا مشکل و دردسر درست می‌کردن از طریق اون تونل منتقل می‌کردن به پاسگاه. سید بابا اجازی بعد از مدتی مدیریت شکوفه نو رو به پسرش پرویز حجازی سپرد. پرویزم همه تلاشش رو برای به اوج رسوندن شکوفه نو کرد تا جایی که حجازی تو شکوفه نو لقب صیاد ستارگان رو گرفت. اجرا توسط بالورین هایی از نقاط مختلف جهان، رقصنده های معروف ایرانی و خارجی مثل جمیله و ناهید صبری، رقصنده معروف مصری، خوانندگان ایتالیایی و سیاه‌پوست و شوهای مختلف و نمایش های طنز و فکاهی از جمله برنامه های شکوفه نو بود. در این کاباره خواننده های ایرانی مطرحی مثل گلپا، هاید همیرا، گوگوش و داریوش هم روی صحنه می رفتن و گفته شده که بابت هر شب اجرا تا 11,000 تومان دستمزد هم دریافت می‌کردن. بیا و ستاری تو آسمونم باش، بیا و چیل چیلی شیرین زبونم باش. خواننده‌های کوچه بازاری اونجا نمی‌خوندن یا دیر وقت می‌خوندن که جمعیت زیادی تو کاباره نبود. یا مثلا پرویز یا حقی تو کافه سوسن یا کافه لاله‌زار ویالون نمیزد. اون تو شکوفه نو و با خواننده‌های سطح بالا کار میکرد. شکوفه نو با مدیریت حجازی تا سال 55 تو اوج بود. ولی خودکشی پرویز تو سال 55 شوکی بود که به شکوفه نو وارد شد. پرویز حجازی ازدواج کرده بود و دلباخته پونه خواننده هم شده بود و داستان دوستی این دو مدتی بحث جنجالی مطبوعات بود و در نهایت گفته شد که جدایی پونه از پرویز و بدهی و مشکلات مالی باعث شده تا حجازی با خوردن 150 قرص خواب‌آور تو سال 55 خودکشی کنه. سالهای بعد از حجازی سالهای منتهی به انقلاب بود. به آتیش کشیدن بانک‌ها، سینماها، کاباره‌ها و مشروب فروشی‌ها همچنان ادامه داشت و هر روز ابعاد وسیع‌تری به خودش می‌گرفت. روزنامه اطلاعات 11 بهمن ماه 57 نوشت ساعت 1:30 بعد از ظهر دیروز در خیابان بابایان گروه کثیری در حالی که شعارهای مذهبی می‌دادند به کارخانه آبجوسازی شمس حمله کردند و این کارخانه را آتیش زدند. بعد از ظهر دامنه تظاهرات و آتش از کارخونه آبجوسازی شمس به شکوفه نو کشیده شد و به سرعت کاباره شکوفه نو رو در بر گرفت. این کاباره بعد از انقلاب تعطیل شد و مدتی از زمین اون به عنوان محل بازپروری معتادا استفاده شد و بعدها در طرح توسعه بیمارستان چشم پزشکی فارابی بخشی از این بیمارستان شد. و این بود داستان اولین کاباره تاریخ ایران، شکوفه نو. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.